حاشیه نیوزی ها و دوست دارن مطالب نظامی ایران و جهان، سلام. به یه برنامه دیگه از نظامی ترین رسانه فارسی زبان یوتیوب خوش اومدید. جدیدن اروپا به دنبال راهی هستش که از خطری که سپاه براشون توی میادین نبرد ایجاد کرده فرار بکنن و برای رسیدن به این هدف خودش میخواد سپاه پاسداران ایران رو به لیست گروه های تروریستی اضافه بکنه. حالا توی مجلس اروپا و کلا در غرب دعوا به سر اینه که چطوری این بخش نظامی کشورمون رو تروریست اعلام کنن. چیزی که خیلی بیشتر از همه غرب رو ترسونده پاسخ ایران به این اقدام غرب هستش که در ایران هم نظامیان کشورمون مطالبی رو در مورد این اقدام غرب گفته که در ادامه با هم بهشون میپردازیم و همچنین میبینیم که اگه سپاه از سمت غرب تروریست اعلام بشه چه اتفاقاتی میفته. با ما تا پایان همراه باشید و اگه تا حالا به جمع ما نیومده بودید کلید لایک و سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. خیلی از آگاهان امور سیاسی گفتن که این اقدام غرب برای گرفتن امتیاز و برد سر میز مذاکرات هسته‌ای ایرانه که یه اقدام خطرناک از طرف غرب که میتونه چالش‌های زیادی رو براشون رقم بزنه. بنا به یه سری دلایل که در ادامه براتون میگیم، غرب نمیتونه سپاه رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بده و اگه قرار هم بده پاسخ‌های خطرناکی رو مشاهده می‌کنه. اروپا اگه مرتکب اشتباه تاریخی خودش بشه و سپاه رو تروریست اعلام بکنه، در واقع به ایران اعلان جنگ کرده. ایران البته 40 ساله که حمله و جنگ اروپا رو دفع میکنه و مقاومت کرده. سپاه هم با جنگ ناآشنا نیست و بیشتر از اروپایی‌ها که همه اتحادیه اروپا روی هم با کمک آمریکا از عهده مشق جنگ روس‌ها بر نمیان و مقابل یک شاهد مثل یک شمع آب میشن و مثل پروانه بالبال میزنن، جنگ کردن میدونن. اما اگه اروپا مثل حمایت از آشوب در ایران اشتباه دیگه بکنه، باید سپاه رو در خلیج فارس ملاقات بکنه. خلیج فارس البته تنها یک گوشه از جهانی هستش که اروپاییان ممکنه برای عبور و حضور مجبور باشن از سپاه که میخواد رو تحریم بکنه اجازه بگیرن. پنجشنبه هفته گذشته بود که اعضای مجلس عوام انگلیس طرحی رو به تصویب رسوندن که از دولت این کشور میخواد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بده. این طرح اگرچه غیر الزام آوره، اما به اتفاق آرا به تصویب پارلمان انگلیس رسید. با این حال یه نهاد نظارتی در انگلیس هشدار داده بود که اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عنوان سازمان تروریستی تعریف بریتانیا از تروریسم رو بی‌ثبات می‌کنه و نیروهای نظامی متحدان بین المللی لندن رو در محدوده قانون تروریسم قرار میده. در همین زمینه جاناتان هال کیسی، رئیس سازمان دولتی بازبین مستقل قوانین تروریسم، هشدار داد اعلام رسمی سپاه به عنوان گروه تروریستی عواقب گسترده‌ای خواهد داشت. اگرچه بعضی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه هم از تصمیم نابخردانه انگلیس اعلام حمایت کرده، اما از همین حالا روشنه که این تلاش به شکست خواهد انجامید و تبعات اون گریبان همین دولت و متحدان اون رو در منطقه و جهان میگیره. آمریکا در سال 2007 نیروی قدس رو در لیست شمول فرمان اجرایی 13224 قرار داده بود و وزارت خزانه داری دولت ترامپ هم در ماه اکتبر سال 2017 سپاه پاسداران رو به دلیل حمایت از تروریسم در شمول این فرمان اجرایی قرار داد. با این حال وزارت خارجه آمریکا تا حالا از قرار دادن رسمی مجموعه سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی پرهیز کرده بود. با توجه به دامنه گسترده فعالیت‌های اقتصادی و تجاری سپاه، قرار دادن مجموعه سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی میتونه بزرگترین اقدام واشنگتن علیه جمهوری اسلامی از زمان بازگشت تحریم‌ها تلقی بشه. در همچین شرایطی آمریکا برای اولین باره که نیروهای نظامی یک کشور خارجی رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار میده و به دلیل اهمیت خاص و تأثیر گسترده این حرکت بود که جواد ظریف وزیر خارجه و رحیم جعفری فرمانده سپاه نسبت به عواقب وخیم همچین اقدامی هشدار قوی داده بودند و تهدید به مقابله به مصر کردند. آمریکا در حال حاضر دارای چندین پایگاه نظامی و ده ها هزار نیرو توی کشورهای همسایه ایران از جمله عراق، کویت، بحرین، قطر و عربستان سعودی و این پایگاه ها و نفرات در تیرس موشک‌های جمهوری اسلامی قرار دارند.
بخش بزرگی از هزینه های سپاه پاسداران توی ردیف های عادی اعتبارات دولتی قرار نداره و از راه انجام فعالیت های اقتصادی توسط نهادها و مؤسسات زیر مجموعه سپاه مثل قرارگاه خاتم الانبیا تامین میشه. تعداد مؤسسات پیمانکاری، مالی، تجارت خارجی، تولیدی و سرمایه گذاری سپاه از 1000 واحد بیشتره و خیلی از مؤسسات وابسته دارای مؤسسات فرعی متعلق به خودشون هستند. سازمان‌های انتفاعی وابسته به سپاه، سهام مؤسسات دولتی، بنیادها و مجموعه‌های متعلق به بخش خصوصی رو خریداری و از این مجموعه‌ها هم دارای سهم شدند. بخشی از این مؤسسات با برخورداری از حمایت سپاه زیر عنوان نیروهای مسلح فعالیت داشته و تأمین نیازهای دارویی و خوراکی کشور رو به عهده دارند. به عنوان مثال تأمین و تولید مرغ و تخم مرغ و واردات خوراک طیور و دام عمدتاً توسط مؤسسات و تعاونی‌های وابسته و یا مرتبط با نیروهای مسلح انجام میشه. یه تعداد از واحدهای اقتصادی و تجاری سپاه به عنوان نیروهای مسلح با ارتش و نیروی انتظامی در هم تنیده و به این دلیل همکاری شرکت‌های خارجی با همچنین مؤسساتی میتونه به عنوان همکاری با یک سازمان تروریستی تلقی بشه. نیروهای نظامی کشورها در صورت قرار گرفتن در صحنه‌های مشترک به خصوص به منظور پرهیز از برخوردهای پیش‌بینی نشده دارای کانال‌های ارتباطی و اطلاعاتی و در بهترین شکل آمادگی برای همکاری‌اند. بعد از اشغال عراق توسط آمریکا در ماه مارس 2003 نیروی قدس سپاه در عراق فعال شد و بر اساس شواهد موجود از سال 2005 تا 2007 نیروهای آمریکایی با نیروهای قدس در اون کشور ارتباط و همکاری داشتند. گزارش‌های متعدد از همکاری نیروی نظامی ایران با نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان هم تا حالا انتشار پیدا کرده. با قرار گرفتن اسم سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی، داشتن همچین روابطی همکاری با یک سازمان تروریستی تلقی و به دلیل داشتن تبعات قانونی عملاً امکان پذیر نخواهد. از این پس برخورد احتمالی نیروهای آمریکایی با پایگاه‌ها و نفرات سپاه در داخل و خارج از خاک ایران طبیعت متفاوتی پیدا کرده و مقابله با عوامل تروریستی تلقی میشه. در صورت مقابله به مثل جمهوری اسلامی با ارتش آمریکا و تروریستی خوندن نیروهای مسلح آمریکای مستقر در منطقه و کشورهای همسایه، مناسبات خصمانه دوتا کشور میتونه به آسانی در وضعیت قرمز و جنگ مسلحانه قرار بگیره. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشی نیوز رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یارو نگهدارتون.